بنام خدا و با عرض سلام با خبرهای ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 ماه عقرب سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 ماه نوامبر سال 2013 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اثرگذار خواندن رسیدگی های علنی به شکایت های انتخاباتی بر شفافیت انتخابات. توانمندی نیروهای امنیتی افغان در فصل جنگی امسال در برابر طالبان. پشتیبانی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا از ادامه حملات هواپیماهای بی‌سرنشین بر پاکستان. با تعویق افتادن محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر. و واکنش ها در برابر صادر کردن دوباره گاز وارداتی افغانستان و پاکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی رسیدگی علنی به این شکایات ها را بر شفافیت انتخابات اثرگذار می داند. رئیس نهاد در دومین نشست رسیدگی علنی به شکایات ها از تلاش ها برای رسیدگی به تمامی شکایات انتخاباتی سخن می زند. در نشست امروز این نهاد نامزدان معترض شوراهای ولایتی از ولایت‌های لوگر، وردک و کابل اعتراض‌هایشان را به گونه علنی مطرح کردند. صالحه صادات گزارش می‌دهد. رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و اعتراض‌ها ادامه دارد. به دنبال یک نشست علنی درباره رسیدگی به شکایت‌های نامزدان معترض ریاست جمهوری، این بار این نهاد نشست علنی دیگر را برای رسیدگی به شکایت‌های نامزدان معترض شوراهای ولایتی برگزار کرد. که مشکل مدلوده، که مستنده دلوده لد. منگ اخپلا چیده نه پا پوره تعهد او پا امگه پوره قوت سره امانتداری سره کهو. که چیر تا دلتا بیا هم مشکل بو دانو ده ولسواکی پروسه ده. یوش مرکسان با طبعا که داتا سه طول لاره پیدا که انتخابات تورشی هم طول خونه کامیابه کیگی. اینان آن نامزدان معترض شوراهای ولایتی هستند که نامهایشان از فهرست نخستین بیرون کشیده شدند. محترم مسئولین و دوی که بنی رسیدری دوی که کم شکایت یا کم آقا سلسله پر مون مانگی راوڑان دی که چی تازی کارتون اکام دی زو خدا پا خبال ایزن نمانم زکا چی یوزر سرویت کارت ما وکلی پا یوزر سرویت کارتو که خود تقریبا شپک سوا یا سلور سوا یا پینده سوا کارت خصوصی یوزی کرد در صورت که کمیسیون حساب نکرد و برما ثبوت بکنه که کارتا جدی بود از کجا شده خود کارتا رو ما بر شما رو بردم میتنیم کارتا رو ثبوت کنین اگر جلی از جا بکجاست 680 رکورد ما آوردم و این که هم اگر برای ما در ابتدا کمیسیون میگو که شما کاپی ها را نگاه بکنین کارت های اصلی پیشتان باشه اگر مشکل خلق شد شما بازی را به کمیسیون حاضر بکنین واقعا این کار ما میکردیم 3056 تن خودشان را برای عضویت در شوراهای ولایتی ثبت نام کرده بودند که از این میان 323 تن آنان زنان بودند اما در فهرست نخستین نامهای 2704 تن آمده است که 308 تن آنان زنان هستند و قرار است فهرست نهایی نامهای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز 25 ماه عقرب اعلام شود. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان زمان را برای بررسی های علنی شکایات انتخاباتی بسیار اندک می داند. این بنیاد است که میسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میخواهد که برای نامزدان معترض وقت بیشتر داده شود تا آنان سندها و شواهدشان را به گونه بهتر ارائه کنند. در این حال نهادهای جامعه مدنی با انتقاد از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگویند که برای هر نامزد معترض باید به گونه جداگانه وقت داده شود. در این باره گیتی محسینی گزارش دارد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان زمان مطرح ساختن شکایت های انتخاباتی را به گونه علنی و نیز زمان را برای رسیدگی به این شکایت ها از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اندک می داند و می گوید که باید برای نامزدان معترض فرصت بیشتر داده شود. در یک روز نمیشه 16 کاندید را شکایت هایش بررسی کنند. بنان باید برای هر کاندید وقت بیشتر بدن تا اینکه اسنادی که اونا ارائه کردن و یا شکایتی که دارن او شکایت ها به صورت دقیق و درست بررسی شود دیده شود. از سوی هم نهادهای جامعه مدنی از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می خواهند تا به گونه جداگانه به شکایت های هر نامزد معترض به گونه جداگانه رسیدگی شود. بنان بهتر است که به صورت انفرادی و جداگانه در مطابق به شکل علنی که قانونی که به صورت شکایت انتخاباتی میگه به ورود مدرسه قرار ولی در مجموع 16 نفر یا 17 نفر همزمان در یک جای این بررسی شده نمیتونه.
پس از آن که روز یکشنبه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به گونه علنی آغاز شد، انتقادها از شیوه کار کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بالا گرفتند. تا کنون روشن نیست که این کمیسیون به این انتقادها چی پاسخی خواهد داد. نیروهای امنیتی افغان در فصل جنگی امسال به تنهایی در برابر طالبان جنگیدند. فرمانده ناتو در شرق کشور میگوید که امسال هر چند تا کنون 54 پایگاه نظامیان خارجی در شرق افغانستان بسته شدند و تنها نیروهای خارجی در 18 پایگاه دیگر حضور دارند، اما نیروهای افغان توانستند تا امنیت این بخش‌ها را تامین کنند. در این حال وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله عملیات‌های طالبان را در سال روان ناکام می‌دانند. نیروی امنیتی 352 هزاری افغانستان با گرفتن مسئولیت های بیشتر در ماه جون سال روان میلادی تلفات سنگینی دیدند. فرمانده نیروهای ناتو در شرق کشور میگوید که با این هم نیروهای افغان بیشتر توانمند شدند. این فرمانده خارجی میافزاید که سال پار 18 هزار نظامی خارجی در ولایت های شرقی حضور داشتند، اما در حال حاضر شمار این نیروها به 7500 تن کاهش یافتند و بسیاری از این نیروها نیز سرگرم آموزش نیروهای افغان هستند. نیروهای امنیتی افغان در فصل جنگی و همزمان با کاهش نیروهای خارجی مسئولیت‌های امنیتی را به تنهایی بر عهده دارند و فکر می‌کنم که در پایان روز ما به مردم افغانستان یک فرصت داده‌ایم تا آنان خودشان تصمیم بگیرند. اما با سپردن مسئولیت‌های بیشتر امنیتی به نیروهای افغان، طالبان نیز در ماه اپریل با آغاز عملیات تازه زیر نام خالد بن ولید حمله‌های مرگباری را در سراسر کشور برانداختند. انداختند. مقام‌های ائتلاف می‌گویند که با آغاز این عملیات میزان تلفات نظامیان افغان در یک هفته نیز به مرز 100 تن رسیده است. با این حال وزارت دفاع ملی این عملیات طالبان را ناکام می‌داند. عملیات یا پلان خالد بن ولید طرف مقابل کاملا ناکام شد و در او یک اهداف مشخصی که تشریح شده بود، یعنی ایجاد پایگاه ثابت، مسدود ساختن شاهراها و اشغال بعضی مناطق در شهرها و دوام حملات کماندویی در شهرهای بزرگ مثل کابل و بعضی ولایات، تمام از اینا را اردوی ملی افغانستان و نیروهای امنیتی به موقع سرکوب کردن. هرچند آمارهای وزارت دفاع در دست نیست، اما وزارت امور داخله میگوید که از بهار امسال تا کنون بیش از 1273 پلیس ملی، 770 پلیس محلی و 555 غیر نظامی در نتیجه خشونت ها کشته شدند و 1983 پلیس ملی و 778 پلیس ملی و 2123 غیر نظامی زخم برداشتند. We've met our objectives. That was securing areas. ما به هدف‌هایمان رسیدیم و این هدف‌ها تأمین امنیت و بیرون راندن شورشیان از بخش‌های مسکونی هستند. هیچ مشکل به صورت جدی درباره چگونگی تأمین امنیت از سوی نیروهای افغان اکنون وجود ندارد. البته این دستاوردها با برخی از تلفات نیز همراه بودند. هم اکنون به شمول 51 هزار سرباز امریکایی 87 هزار نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند، در حالی که شمار آنان سال گذشته 150 هزار تن بود. آگاهان میگویند که با این هم نیروهای افغان هنوز هم نیاز به کمک دراز مدت نظامیان خارجی از جمله امریکا دارد و از همین رو توافقنامه امنیتی با این کشور باید امضا شود. در این حال کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا کشته شدن اکیملا محسود رهبر طالبان پاکستانی را در کمله هواپیماهای بیست‌نشین امریکایی یک دستاورد می‌داند. از این کمیته از ادامه این حملات پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که با کشته شدن اکیملا محسود نظامیان امریکایی در افغانستان مسئول‌تر خواهند بود. در این حال رئیس جمهور کرزی می‌گوید که حمله بر اکیملا محسود در زمان مناسب صورت نگرفته است. رئیس جمهور کرزی در دیدار با هیئت کنگرس امریکا می‌افزاید که وی امیدوار است تا این حملات بر تلاش‌های صلح افغانستان صدمه نزند. کمیته همیشگی استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا از ادامه حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین برای کشتن رهبران طالبان و القاعده در پاکستان پشتیبانی می‌کند. اعضای این کمیته که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های استخباراتی ایالات متحده امریکا را دارند می‌گویند که با کشته شدن اکیملا محسود، نظامیان امریکایی در افغانستان مسئول‌تر خواهند شد. رئیس این کمیته اکیملا محسود را یک چهره زشت می‌نامد و
و می افزاید که وی افزون بر فعالیت های اراس افغانانه در بستن بیش از 500 مکتب در شرق افغانستان نیز دست داشته است. حکیم الله محسود کسی است که می کوشید تا برای پاکستان و افغانستان مشکل ایجاد کند. وی با طالبان افغان وابستگی داشت. طالبان افغان و طالبان پاکستانی کسانی هستند که 500 مکتب به ویژه مکتب های دخترانه را در ولایت های شرقی افغانستان بستند. وی بخشی از شبکه حقانی بود که یک شبکه بزرگ جنایتکار در بخش های قبایلی پاکستان است. حکیم الله محسود از القاعده و طالبان و دیگران نیز حمایت می کرد. وی یک عنصر بد بود. پس از کشته شدن وی اکنون من کم احساس می کنم که مسئولیت سربازان من در افغانستان بیشتر خواهد شد. این در حال است که رئیس جمهور کرزی در دیدارش با هیئتی از کنگره ایالات متحده آمریکا زمان کشته شدن حکیم الله محسود را مناسب نمی داند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری می کند که این حمله روند گفتگوهای صلح را صدمه نزند. برخی از آگاهان کشته شدن رهبران گروه طالبان پاکستانی را در تامین صلح و امنیت در منطقه اثرگذار می دانند. مرگ حکیم الله محسود هنوز هم دیرتر بوده و آرزو می کنیم که اونهایی که این مسیر دنبال می کنند اونا یا زود کشته شوند و یا هم خداوند هدایتشان بکنه که به کشتار انسانهای بیگناه نپردازند. گفتای رئیس جمهور افغانستان یک دلسوزی بی‌مورد است در مورد اون نیروهای دهشت افغانی که امروز صلح و ثبات در منطقه دامن زده. اینا باید است دلسوزی را به اون موارد داشته باشند و بالوی پروسا و شخصیتای داشته باشند که صلح و ثبات در داخل افغانستان و این منطقه متضمنش هستند. مقام های امریکایی میگویند که حکیم الله محسود در کشتار هزاران غیر نظامی در افغانستان و پاکستان و نیز حمله بر یک پایگاه CIA در افغانستان دست داشت. حکیم الله محسود مرد شماره یک طالبان پاکستانی در حمله یک هواپیمای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا روز جمعه کشته شد. ایالات متحده آمریکا برای گرفتاری و کشتن حکیم الله محسود $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. در این حال شمار از فعالان جامعه مدنی در پاکستان در دیدار با کمیسیون امور جهانی مجلس سنا بر گسترش رابط میان افغانستان و پاکستان تاکید می‌ورزند. این فعالان جامعه مدنی پاکستان هراس افغانی را دشمن مشترک دو کشور می‌دانند و می‌گویند که برای نابودسازی این پدیده باید گام‌های عملی و صادقانه برداشته شوند. آنون بدین باورند تا هنگامی که اعتماد میان افغانستان و پاکستان ایجاد نشود، تنش‌ها در رابط این دو کشور از میان نخواهند رفت. شمار از اعضای شورای ولایتی و نهادهای جامعه مدنی ولایت غور از افزایش فساد اداری در ریاست معارف این ولایت نگران هستند. آنان میگویند که از مجموعه 814 مکتب در این ولایت 600 مکتب بسته هستند و معاش آموزگاران این مکتب ها را مسئولان ریاست معارف به جیب میزنند. اعضای شورای ولایتی غور میگویند که اسناد و شواهد در دست دارند که نشان میدهند افراد مصالح غیر مسئول به حیث آموزگار گماشته شدند بر ماه تنخواه میگیرند. در این حال وزیر معارف میگوید که این اتهام ها را شخصا بررسی خواهد کرد. جاوید جراجی گزارش میدهد. برخی از اعضای شورای ولایتی و مسئولان نهادهای جامعه مدنی غور میگویند که فساد در معارف این ولایت به اوج رسیده است و مسئولان ریاست معارف این ولایت میلیون ها افغانی پول معارف را به جیب میزنند. افراد و اشخاصی که در رأس معارف قرار دارند به جای از اینکه فکر به رشد و پیشرفت معارف و فکر به نسل آینده ولایت غور بکنند، بیشترتر متوجه نزاکت های محیط و منطقه قوم و سمت و گروه خود هستند. بیشترین جماعت نظامی و افراد زورمند فعلا فقط از همین طرف میتونن تقویت شون. افرادشون به اسم معلم یا از معلم بجانه باید 1000 تا 2000 باید پرداخت کنند. بحث دوم ای چرا معارف بسته است؟ چرا به این مشکل رو برسه؟ بلکه گسترده ای است که فساد گسترده در دستگاه معارف. در همین حال رئیس معارف غور اختلاس و غیرفعال بودن 600 مکتب در این ولایت را رد می کند، اما می پذیرد که در برخی از ولسوالی ها افراد مسلح غیرمسئول به صفت معلم گماشته شدند و یا معاش معلمان را به زور می گیرند. زمانی که معاشات برای معلمین پرداخته می شود در اکثر مناطق، اونها مانند باجگیری های دیگه ای که دارن کوشش میکنن که نفوذ بکنن و زمین امتیاز یا درآمد ماهانه معلم هم اونها به خود یک چیز رشی بکنن.
جمع کنند. در همین حال وزیر معارف در سفرش به ولایت هرات تاکید ورزید که برای بررسی این اتهام ها به ولایت غور خواهند رفت و در صورتی که به اسناد و شواهد در این باره دست یابد عاملان این رویدادها را پیگرد قانونی خواهند کرد. اتهاماتی که بسته شده واقع داره نداره، اگر واقع داشت بدون شک کسی که قابل مجازات بود مجازات میگونیم، اگر نداشت ما امید به خداوند داریم که با او کثرت و وسعتی که اتهامات است با او کثرت و وسعت نباید باشه. غور به دلیل داشتن راه های دشوارگذر به مرکز کشور در 12 سال گذشته از بازسازی و توجه حکومت و نهادهای کمک کننده به دور مانده است. بیشترین حرکت های مدنی برای دادخواهی از سوی باشندگان این ولایت امسال انجام شدند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. ادامه خبرهاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و 14 تن دیگر از اعضای جنبش اخوان المسلمین امروز به تعویق افتاد. قاضیان مصری میگویند که خودداری محمد مرسی از پوشیدن لباس زندان و شعارهای متهمان سبب به تعویق افتادن نشست دادگاه شد. همزمان با آغاز محاکمه محمد مرسی، هواداران وی امروز در شهر قاهره دست به اعتراضات زدند و از حکومت کنونی این کشور سخت انتقاد میکنند. محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و 14 تن دیگر از اعضای جنبش اخوان المسلمین بروز دوشنبه از یک مکان نامعلوم برای محاکمه به اکادمی پلیس شهر قاهره انتقال داده شدند. این افراد که به اتهام دست داشتن در قتل معترضان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به دادگاه آورده شدند با رد این اتهام و سر دادن اشارها مانع روند نشست دادگاه شدند. محمد مرسی در جریان محاکمه تاکید ورزید که وی رئیس جمهور مشروع مصر است. وی میگوید که قوه قضاییه میکوشد تا با این کارش به کودتای خائنانه ارتش مشروعیت ببخشد. در همین حال هواداران محمد مرسی با گرد آمدن در برابر ساختمان دادگاه از این کار حکومت مصر سخت انتقاد میکنند. لهم فی مکیده بیعملوه. محاکمه حسنی مبارک به گونه علنی بود، اما از آقای مرسی چنین نیست. ما به نظامیان اعتماد نداریم. آنان دروغ میگویند. محمد مرسی رئیس جمهوری ماست. آنان چگونه میتوانند وی را محاکمه کنند؟ چرا دادگاه در برابر کسانی که هواداران محمد مرسی را کشتند خاموش است؟ این اعتراضات در حال ادامه دارند که بیش از 20,000 نیروی امنیتی برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی در شهر قاهره جابجا شدند. با گفته مقام های امنیتی مصر در شهرهای دیگر این کشور نیز نیروهای امنیتی در حال آماده باش هستند. با این همه روشن نیست که سرنوشت محمد مرسی و 14 تن دیگر از اعضای جنبش اخوان المسلمین به کجا خواهد رسید. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان خواستار بسته شدن راه‌ها بر روی کاروان‌های تدارکاتی ناتو در پاکستان شده است. مولانا فضل الرحمن در واکنش به کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی پیشنویس یک قطعنامه را به پارلمان ایالتی خیبر پختونخوا سپرد. در این پیشنویس از پارلمان خواسته شده است تا بر حکومت مرکزی پاکستان فشار آورد که اجازه رفت و آمد به کاروان‌های ناتو را ندهد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با مقام های عربستان سعودی درباره بهبود روابط دو جانبه گفتگو کرد. این دیدار در حال صورت می گیرد که پس از گفتگوهای مقام های آمریکایی با مقام های ایرانی و نیز چگونگی برخورد واشنگتن در برابر بحران سوریه، روابط میان ریاض و واشنگتن به تیرگی گراییده است. رئیس جمهور ترکیه درباره بدتر شدن بحران سوریه هشدار می‌دهد. عبدالله گل می‌گوید که اگر جامعه جهانی برای پایان دادن به بحران سوریه دست به کار نشود، این کشور می‌تواند به یک افغانستان دوم مبدل شود. و ایرانیان از 34مین سال روز اشغال سفارت ایالات متحده در تهران یادبود کردند. شماری از ایرانیان هنوز هم یک تصویر بد نسبت به آمریکا دارند. درست 34 سال پیش گروهی از دانشجویان ایرانی بر سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و آنان ادعا داشتند که این سفارت به مرکز جاسوسی مبدل شده است.
خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. همراهی مان کنید. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. وزارت تجارت و صنایع صادر کردن دوباره گاز وارداتی افغانستان را به پاکستان مجاز نمی داند. معین تجارتی وزارت می گوید تنها گازی که از آسیای میانه به نام پاکستان خریداری می شود بر بنیاد پیمان ابتا می تواند از افغانستان به پاکستان ترانزیت شود، اما بازرگانان نمی توانند گاز را که برای افغانستان خریده شده است به پاکستان صادر کنند. در این حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع صادرات گاز افغانستان به پاکستان پشتیبانی می کنند. شهلا مرتضی گزارش می دهد. هرچند تصدی مواد نفتی و گاز مایع اجازه یافتن صادرات دوباره گاز وارداتی را به پاکستان تایید می کند، اما معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع می گوید که صادرات دوباره گاز وارداتی افغانستان به پاکستان به گونه مطلق منع است و تنها گازی که از دیگر کشورها به نام پاکستان بارگیری می شود می تواند از افغانستان ترانزیت شود. رئیس تجارت بین المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان علمی گاز به شکل غیر قانونی به سمت پاکستان اجازه داده که علمی یگانه علل و علت بلند رفتن گاز برای اکثریان دریج شهر کابل و ولایت افغانستان علت انگیزش علمی هم. و البته این قبل از آمدن وزیر جدید تجارت و صنایع افغانستان یک عمل صورت گرفته بود که تقریبا 4 روز پیش. از افغانستان گاز صادر نمیشه، زیادتر گاز ترانزیت است. ری اکسپورت ما مطلقاً به شکل عمومی منع ساختیم، به ریاست امنیت ملی، به وزارت امور داخله، به ریاست گمرکات ما رسما خبر دادیم که به نام ری اکسپورت هیچ کس اجازه نداره که گاز از افغانستان صادر کنه. از لحاظ ترانزیت ما مشکل دو نداریم، اونا میتونن چون حق قانونیشان است که او بر اول به شرطی که گاز به نام افغانستان خریداری نشده باشه. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که صادرات دوباره گاز در صورتی که سبب کمبود گاز در کشور نشود کاملا جواز دارد و به سود اقتصاد کشور است. این گاز در صورت غیر قانونی خواهد بود که در افغانستان مالیه نپردازه، مسئول گمرک نته و امو خدمات لازم و قیمتش نپردازه و دیگه سبب قلت گاز در بازار ما شود، در صورت غلط است. اگر به خاطر از این که باز یک وسیله فساد شود ایگب و ایره منع بکنن تا تاجر در مزیق قرار بتن و منافع زور صدران بزنن کار نادرست است. هرچند همه ساله با رسیدن فصل سرما بهای تقاضا به گاز در کشور افزایش می‌یابد و بهای آن نیز بلند می‌رود، اکنون صادرات دوباره گاز وارداتی به پاکستان و رسیدن فصل سرما نگرانی‌های را درباره احتمال کمبود گاز و افزایش بهای آن برانگیخته است. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 70 پول، یک یورو 77 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی. و حال سمیر رسا با تازه‌ترین رویدادهای ورزشی. خبرهای ورزشی پس از وقف کوتاه تقدیمتان می شود، با ما باشید. سلام دوستان، این هم چند خبر ورزشی. سومین در رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان با قهرمانی تیم منتخب ولایت جوزجان پایان یافت. جواران کابل دوم شد و تیم منتخب بلخ هم در جایگاه سوم ایستاد. فرجامین دیدار این رقابت ها تیم منتخب ولایت جوزجان در یک بازی نفسگیر 2-1 جوانان کابل را شکست داد و فاتح رقابت های انتخاباتی تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان شد. دورست مسابقات ما یک اولین مسابقه نباشه، انشالله در آینده قریب در نگرهار هم مسابقات والیبال ساحلی افغانستان. همچنین مسابقات اگرچه بیشتر راه‌اندازی شود انشالله برای تیم بیچ انشالله که مفیدتر واقع میشه. مسابقات برگزاری والیبال ساحلی بر رشت والیبال ساحلی بسیار موثر است. در این رقابت ها 18 تیم از پایتخت و 15 ولایت کشور شرکت کرده بودند. در رقابت های والیبال ساحلی از هر تیم دو بازیکن داخل میدان می شوند و بازیکنان تعویضی و یا احتیاطی وجود ندارد.
وشوکاران افغانستان با دست آوردن یک مدال برنز به کارشان در رقابت‌های جهانی وشو پایان دادند. تنها مدال کاروان ورزشی کشور را در رقابت‌ها خالد هوتک در وزن 60 کیلوگرم به دست آورده است. رقابت‌های قهرمانی وشو جهان با حضور ورزشکاران 83 کشور در مالزی برگزار شدند. تیم ملی آشیار کاراته افغانستان با دست آوردن مقام سوم از رقابت‌های قهرمانی آشیار کاراته جهان امروز به کشور برگشت. در رقابت‌های افغانستان با دست آوردن یک مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز پس از رومانیا و روسیه در جایگاه سوم استاد. وحید احمد جویا با شکستن کاراتکاران رومانیا، ایران، روسیه و باز هم رومانیا مرد طلایی افغانستان در این رقابت است. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می‌کنم. فردا کابل بارانی، بلندترین 8، پایین‌ترین 5. مزار شریف نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین 13، پایین‌ترین 11. قندهار احتمال بارندگی، بلندترین 18، پایین‌ترین 9. جلال آباد احتمال بارندگی، بلندترین 19، پایین‌ترین 13. ایرات نیمه آفتابی، بلندترین 14، پایین‌ترین 4. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.